دیدار رئیس جمهور و هیئت اداری مجلس نمایندگان به روز سه‌شنبه انجام شد. در صفحه میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان در این باره آمده است که رئیس مجلس با آنکه در مسائل مهم ملی مراجعه به دیدگاه مردم را یک اصل دانسته است، اما برگزاری جرگه مشورتی سال را خلاف قانون عنوان کرده است. میررحمان رحمانی گفته است که در چنین حالات، به ویژه درباره آغاز گفتگوهای میان افغانان و رهایی 400 زندانی جنجالی طالبان، دولت باید نشست مشترک و فوق‌العاده‌ای را با اعضای شورای ملی برگزار کند. در حالی که در صفحه فیسبوک رئیس مجلس نمایندگان آمده است که دیدار سه‌شنبه آنان با رئیس جمهور به نتیجه‌ای نرسید، عصر چهارشنبه نیز بیش از 50 عضو مجلس برگ رفتند تا در این پیوند با رئیس جمهور ببینند. اما به گفته این عضو مجلس، حضور آنلاین رئیس جمهور در این نشست اعضای مجلس نمایندگان را واداشته است تا درباره اینکه در جرگه مشورتی سال شرکت کنند یا نه، رای زنی را آغاز کنند و انتظار می‌رود که به روز پنجشنبه مجلس تصمیم نهایی اش را در این زمینه اعلام کند. رئیس جمهور خواسته بود که رئیس های کمیسیون ها و رئیس های گروپ های پارلمانی در یک نشست مستقیم موضوع را مطرح بکنند. به این خاطر ساعت 4 قرار بود که ما نشست داشته باشیم و حضوراً رئیس جمهور را ببینیم، اما چون رئیس جمهور تشریف نیاوردن و از طریق ویدیو کانفرانس می‌خواستند همراه نمایندگان ملت صحبتی داشته باشند، جلسه بدون نتیجه ختم شد. اما در یک خبرنامه ارگ نگاشته شده است که در اخیر نشست سه‌شنبه رئیس مجلس پشتیبانی مردم را از نظام در مسائل ملی و سرنوشت ساز مهم گفته و از همکاری در این راستا اطمینان داده است. پارلمان در یک کشوری که همیشه بحث‌های آزاد وجود نداشته باشد، بحث‌ها صورت می‌گیرد، انتقادها صورت می‌گیرد، در نهایت به یک نتیجه و به یک اجماع می‌رسند و ما امیدوار هستیم که اعضای پارلمان هم حتما در این جرگه اشتراک بکنند. در همین حال بروز چهارشنبه نشست شورای امنیت ملی درباره تامین امنیت جرگه مشورتی سال نیز برگزار شد. نشستی که بر بنیاد یک خبرنامه ارگ در آن مسئولان نهادهای امنیتی و دفاعی بر رئیس جمهور از برگزاری امن این جرگه اطمینان دادند. We support the decision of the government of Afghanistan. ما از تصمیم حکومت افغانستان درباره برگزاری لوی جرگه پشتیبانی میکنیم. لوی جرگه شیوه سنتی ابراز دیدگاه های مردم افغانستان است. آواز مردم افغانستان برای رهایی از هراس افغانی و انتظارهای آنان از روند سال به تقویت این روند به رهبری و مالکیت افغانان خواهد انجامید. قرار است جرگه مشورتی سال به روز جمعه در کابل برگزار شود. جرگه‌ای که انتظار می‌رود سرنوشت 400 زندانی جنجالی طالبان را که هنوز در بند دولت هستند، روشن سازد.